نخست وزیر انتصابی ایتالیا از تشکیل کابینه جدید انصراف داد. جوزپه کونته که هفته گذشته از سوی سرجو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا مأمور تشکیل دولت شده بود، یک شنبه شب پس از جلسه یک ساعته خود با وی در کاخ ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد و بدون آنکه دلایل این انصراف را توضیح دهد گفت: من از انجام وظیفه تشکیل کابینه جدید که توسط رئیس جمهور به من محول شده بود انصراف دادم. من تمام تلاش خودم را برای تشکیل دولت به کار بستم، اما در تحقق آن موفق نشدم. اختلاف نظر اصلی کونته با ماتارلا بر سر پاولو ساوونا، فرد پیشنهادی وی برای سمت وزارت اقتصاد و دارایی بود. رئیس جمهور ایتالیا بر رد این وزیر به دلیل آنچه مواضع ضد اتحادیه اروپاییش گفته شده بود تاکید داشت. من تمام وزیران پیشنهادی کابینه آقای کونته را به جز وزیر اقتصاد قبول کردم. با توجه به اینکه تصدی وزارت اقتصاد همواره برای فعالان مالی و اقتصادی حامل پیام اعتماد و یا هشدار است، از ایشان خواستم تا شخصیتی برجسته و صاحب نام برای احراز این وزارتخانه انتخاب کند که مواضعی مبنی بر خروج ایتالیا از منطقه یورو نداشته باشد. انصراف کونته از تشکیل دولت که نزدیک به 3 ماه پس از برگزاری انتخابات سیاسی در ایتالیا صورت می‌گیرد، بار دیگر این کشور را در بنبست سیاسی گرفتار کرده است. جنبش 5 ستاره و حزب راستگرای اتحاد که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان در اختیار دارند و کونته را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده بودند، با انتقاد شدید به رئیس جمهور ایتالیا برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی را خواستار شدند. به گفته کارشناسان، ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا امروز برای آماده کردن زمینه انتخابات پارلمانی زودهنگام یک شخصیت فنسالار را مأمور تشکیل دولت آتی موقت این کشور خواهد کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.